اشرف غنی در سه راه سرنوشت: محکوم به اعدام یا قلابند در کابل. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدین به یک دیگر از ویدیوهای چینل ور اسمارت. امید داریم تا آخر این ویدیو ما رو دنبال نموده و نیز این چینل را سابسکرایب نمایید. اشرف غنی در سه راه سرنوشت: محاکمه، محکوم به اعدام یا قلابند در کابل. تاریخ گردشی در افغانستان محاصره حد اوسط در هر 20 یا 30 سال اتفاق افتاده است. متوالی به چپ و راست، گاه از سطح به بالا و گاه از بالا به سطح فرو افتاده است. تفاوتش با چرخه حوادث دیگر کشورها این است که دگرگونی غرش کنان از راه می رسد و آنچه را که در عقبش ساخته و پرداخته شده سر از نو دسته و ناپدید می کند. در چرخه حال سوژه اصلی اشرف غنی است. گویا سه دوره عبرتبار را برایش اشاره داده اند. دوره شاه امان الله خان در 70 سال 1929 پیش که با فرار از کشور سپری شد. دوم، سرنوشت دکتر نجیب الله که قریب 29 سال پیش که قربانی محاسبات خودش شد. سه، استاد برهان الدین ربانی که با عبور از یک ولایت به ولایت دیگر تا آخر ماجرا در خط مقاومت و جنگ پایمردی کرد و سرانجام به اثر کودتای درونی و بیرونی همراه احمد شاه مسعود از صحنه نظامی و سیاسی کنار زده شد. به نظر می رسد که سرنوشت اشرف غنی از هر سه زمامدار سلف خیش متفاوت است. نه راه فرار دارد، نه مانند دکتر نجیب الله به عامل طالبان میتواند تکیه دهد و نه چانس دارد که رهبر مقاومت جدید علیه طالبان نیز شود. چرا؟ کارنامه وی با سه رهبر پیش گفته است بیخ و بن متضاد و حتی در 5 سال اخیر در مستند حکم روایی نیاد. ضد ملی خود را به کرات و مملو از لجاجت به ثبوت رسانده است. هیچگاهی در جنگ های مقاومت ملی برای بازبانی از افغانستان سهم و حضور ریشه نداشته است. همراه در نقش مامور ملل متحد و آمریکا لفاظی در میتینینگ ها شرکت کرده و معاش گرفته است. ملل متحد و آمریکا که او را در ارگ کابل نصب کردند، حالا طرح دیگری دارند و غنی مفلوک شدنی است. با این حساب خوش اقبالی هم در نصیبش نیست که مانند شاه امان الله خان به خارج برود. مانند استاد ربانی جایگاه دینی و جهادی و مردمی ندارد که با دیوهای مست طالبی پنجه در پنجه اندازد. کم و بیش سرنوشتش با دکتر نجیب پهلو می زند، اما این آخر خط است. اول باید لباس نیابتی تازه بر تن کرده و چندی همچو حامل مستقیم ایران و غیر مستقیم هند در نبردهای آینده سرگردانی بکشد. آنگاه سه گزینه در انتظارش خواهد بود: محاکمه، اعدام یا قلابند در کابل. با تشکر که در آخر این ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب ون سمارت را سابسکرایب نمایید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما هستیم. اوقات خوش داشته باشین. خداوند بزرگ حافظ و نگهدار شما باشد.